در ارمیا سی و یک سه میخونیم با محبت ازلی تو را دوست داشتم از این جهت تو را به رحمت جذب کردم عشق انسان ها چگونه است؟ عشق خدا اینه میگه با محبت ازلی تو را دوست داشتم از رحم مادر تو را دوست داشتم ما نمیتونیم عشق خدا رو با عشق انسان برابر کنیم اگر عشق انسان را میبینیم و میگیم این فلانی فلان کشیش کشیش رسول محبتش اینه خدام همینه این اشتباس معرف ما محبت خداست در اینجا دختر رو میکنه به دوست پسرش میگه ببینم بعد از ازدواجم منو همینقدر دوست داری اونم یه نگاهی میکنه میگه خب البته اگه شوهرت بذاره چرا که نه ولی خدا اینگونه نیست خدا ما رو دوست داره ما فرزندان خدا هستیم و به توسط مسیح فرزندان حقیقی او شدیم و عیسی مسیح هرچند پادشاه جهان بود اما فروتن شد انسانی که فروتن میشه طمع نداره ما باید نمودارمون عیسی مسیح باشه مسیح پادشاه جهان بود فروتن شد پادشاهی بود که همه رو خدمت کرد به خاطر گناه بشریت جان قدوس خودش رو داد به جای تاجی از طلا و سنگ های قیمتی تاج خار بر سرش گذاشتن و پذیرفت به خاطر ما و روی صلیب رفت با تمام دردها و تمام رنج ها و به خاطر ما مرد خدا پس از سه روز قیام کرد او پادشاه زمینی نبود امروز خداوند ماها رو پادشاهان خونده تصمیم بگیریم سال آینده چگونه پادشاهی باشیم پادشاهی در, در فروتنی باشیم بدون خشم بدون طمع بدون نگرش هایی که باعث لغزش من و دیگران خواهد شد. ابو سعید خیر نیز میگه شاهی طلبی برو گدای همه باش. بیگانه زخیش و آشنای همه باش. خواهی که تو را چو تاج بر سر دارند دست همه گیر و خاک پای همه باش. ما که امروز اعلام کردیم فرزندان خدا هستیم این روش زندگی ما خواهد. تا بتونیم تحت محبت و فیض خداوند به آنچه که درست هست سال آینده حداقل عمل کنیم اما تصمیم باید امروز بگیریم چرا که فرصت ها داره از دست میره متاسفانه اما نکته دوم اگر در گذشته خشمگین بودم امروز فرصتی است که در آرامش خداوند تا به ابد شادی کنم ایزان جزواتونو رو بنویسید کار میکنه وقتی, می وقتی که میبینیم وقتی که میخونیم وقتی که مینویسیم عمل میکنه بهتر در ذهن ما نیز خواهد بود پس اگر در گذشته خشمگین بودم امروز فرصتی است که در آرامش خداوند تا به ابد شادی کنم چرا خشمگین میشم من خشمگین میشم چون یا نمیخوام تعلیم درست رو بگیرم که عصبانی نشم و یا یاد نگرفتم هنوز چرا که اگر یاد گرفته باشم میتونم خودم رو کنترل کنم و همان گونه که همه ما میدونیم شخصی میتونه سالم زندگی کنه که زندگی خودش رو کنترل کنه و چون انسان ضعیف بود در این بود خدا روح القدس رو فرستاد روح خودش رو تا ما از قوت روح القدس توان درست عمل کردن رو داشته باشیم در رفتار و اعمالمون تا نیز خشمگین و عصبانی نشیم چرا که خشم و عصبانیت میتونه همچون عادتی در وجود ما باشه چون وسواس در ما لانه و خانه ای رو نیز داشته باشه و ما رو رها نکنه و زمانی رها میشیم که بخواهیم نندیشمندی اعلام میکنه تسلط بر نفس تنها آزادی قابل ذکر است بهترین آزادی است همون چیزی هست که مسیح از ما میخواد تا از نفس خودمون نیز آزاد بشیم یکی از دلایلی که کلام خداوند تشویق میکنه افراد روزه بگیرن به خاطر همین هست که اراده قوی داشته باشن تا بتونن در مقابل نفسشون نیز بیستن و یک مثال هندی میگه فرزانه کسی هست که همواره بر خیشتن حکم فرماست و میتونه اون قوت رو نیز داشته باشه همه این ما میدونیم که خشم در وجود انسان علتش عدم بخشش هست وقتی که من هنوز بخشش خدا رو قبول نکردم مطمئن باشیم که نمیتونیم ببخشیم دیگران رو و چون دیگران رو نمیبخشیم از این رو هستش که پر از کینه و پر از تلخی در وجودمون هست امسال قبل از اینکه تموم بشه بهترین فرصت به ما داده شده افراد رو چه با دلیل و چه بی دلیل ببخشیم و بهترین دلیل ما خود خداوندمون عیسی مسیح باشه که روی صلیب به خاطر ما رفت و گناهان ما رو نیز بخشید آمین یکی دیگه از دلایل خشم در وجود انسان این هستش که به دیگران ارزش نمیخواد بده یعنی دیگران رو به اون اون موقعیت و اون شرایط که هستن نگاه نمیکنه فکر کنم یک بار دیگه من این مثال و ذات مثال شهادت رو دادم ولی بازم الان ملزم میشم بگم خدمتتون اوایل ایمانم بود شاید یک ماه یک ماه و نیم از ایمان من گذشته بود وارد یه اتوبوسی شدم اتوبوس های تهران یادتونه که چقدر شلوغ بود همه تنگ تنگ وای میسادن بغل هم من هم راستش چون فرصتی شد نشستم روی صندلی یه آقای قد بلندی داشت اومد وقتی که اومد دو دستی همه رو اینجوری فشار داد و واقعا هم خوب انقدر قدرت داشت که فشار بده دو تا فوشم به بقیه داد همه هم تو وقتی که اینو دیدن همه موندم فریز کردم گفتم نمیشه استفاده منم راستیتش اون اوایل ایمانم که بود گفتم ای میشد اینو من یه جا گیر میوردم یه چند تا میزدم بوکس تو صورتش <applause> و به حال خب میگم برمیگرده به چون اوایل ایمان بود هنوز این م... میشه گفت امیال کهنه در وجود من بودش بعد که اینو گفتم یک دفعه روح القدس ملزمم کرد گفت براش دعا کن گفتم برای این دعا کنم گفت دعا کن و من شروع کردم دعا کردن خدا گفت محبتش کن گفتم چجوری من اینو محبت کنم اصلا نمیشه بهش نگاه کرد گفت محبتش کن تو نمیدونی که وجود او پر از درد هاست و اون احتیاج به من داره منم راستیتش دیگه اون موقع جسارت رو پیدا کردم گفتم که دوست عزیز آقای عزیز اگه میشه میخوای بیاری گفت چی میگی؟ گفتم نه نه ببخش اگه میشه گفتم یه دقیقه بیا اینجا عجبا بلند نشم یه موقع فکر کنه چون معمولا توی ایران تو اتوبوس آقایون بلند میشن خانما بشینن بعد گفتم حالا این بهش بر نخور <تصفح> به هر حال وقتی که اومد نزدیک دستم گذاشتم رو دستش و گفتم میدونم که علت این خشم تو و ناراحتی تو به خاطر مشکلیه که داشتی ولی مردم درک نمی کنن که درک نمیکنن که آدم باید به خدا بگه یه نگاهی که گفت چی میگی؟ <applause> گفتم <applause> میخوام بگم که واقعا خدا تو رو درک میکنه بیا اینجا یه دقیقه بشین من انقدر میشینم من میرم کار من اداریه بیا شما یه دقیقه بشین با صحبت کنم به حال نشست نشست و من باش صحبت کردم و بعد براش دعا کردم باور کنید تا زمانی که من تو اتوبوسم این حقوق حق فقط گریه میکرد ایزان اگر مردم پر از خشم هستن داوری برشون نکنید محبتشون کنید اگر طمع دارن داوری برشون نکنیم محبتشون کنیم بذاریم به اون آرامش و اون اطمینان برسن وقتی به اون آرامش برسن اون زمانی هستش که مسیح اونها رو داره شفا میده و میتونن اونها نیز ایام خوشی رو در پیش داشته باشن در مزامیر 37 هش میخونیم که اعلام میکنه از قذب برکنار شو و خشم را ترک کن خود را مشوش مساس که البته گناه هستش و نیز شاعر میگه در هیچ کس به چشم حقارت نظر مکن تا در تو هم به دیده تحقیر ننگرد کسی که وجودش پر از خشم هست دیگران را حقیر میشمره قافل از اینکه دیگران نیز از درون اونها رو نیز حقیر میشمرند و ضعیف میبینن با همدیگه بریم یعقوب یک نوزده الا 21 رو بشنویم که کلام خداوند ببینیم در این رابطه چه پندی رو به ما میده که انسان باید مثل خود مسیح فروتن بشه و وقتی فروتن بشیم مطمئن باشیم که کلام خداوند وعده داده فروتنان را بلند خواهد کردش و نیز آنان بلند خواهند شد بفهمید خواهش برادران عزیز به این نکته توجه کنید بیشتر گوش بدهید کمتر سخن بگویید و زود خشمگین نشوید زیرا خشم نمیگذارد آنطور که خدا میخواهد خوب و درستگار باشیم بنابراین هر نوع ناپاکی و عادت زشت را که هنوز در وجودتان باقی است از خود دور کنید و با فروتنی کلام خدا را که در دلتان کاشته شده است بپذیرید زیرا این کلام قدرت دارد جانهای شما را نجات بخشد آمین آمین هاللویا برای کلام خداوند پیوسته دست بزنیم اما گای هستش که ما خشممون رو به نوع دیگه اینشون میدیم داد نمیزنیم فریاد نمیزنیم ولی اینجوری هستیم مثلا میخوایم به طرف بگیم بفرما بگیم بشین دیگه بفرما بیا بیا دیگه این نیز یا عادت شده در ما و یا هنوز اسیر اون خشمه هر دوش رو یک فرزند خدا باید پاک کنه امسال وارد سال دیگه میشیم میدونیم یعنی چی میشیم من کاری به 2011 و 12 اونا ندارم و من به این کار دارم وقتی ما وارد سال جدید میشیم یعنی به اومدن مسیح نزدیکتر میشیم پس باید دقیق تر باشیم باید هوشیارتر باشیم چرا که مسیح وقتی که بیاد و ببینه رسول پر از نقص هست چگونه رو بوده بشه و به آسمان بره و میمونه چقدر سختی ها خواهد کشید پس باید دقت کنیم نسبت به اینکه هیچ نوع خشم و هیچ نوع عادت زشتی رو نداشته باشیم و برای خشم هامون نیز بهانه نگیریم شخصی دومه گربه رو گرفته او و میکشید مردم گفتن چه کار داری میکنی گناه داره چرا دومه گربه رو میکشی گفت من که دومه گربه رو نمیکشم من دمش رو گرفتم این خود گربه هست که داره میکشه چه کار میکنیم ما تو زندگیمون تو کارامون موقعیت هامون داد نمیزنیم فریاد نمیزنیم فکرشو میکنیم و نیز به نوعی متاسفانه آزار میدیم در امثال 29 21 میخونیم که اعلام میکنه هر که خادم خود را از طفولیت به ناز میپروراند آخر پسر او خواهد شد محبت تاثیرش این هست که ما شاگردان خودمون رو میتونیم فرزندان خودمون کنیم با محبت کردن من نمیدونم حتما یادتون هست. البته خب سن خب من انقدر نم جوونم یا پیرم نسبت به شماها اما ما وقتی وارد مدرسه میشدیم نازم معنیش یه ترک به دست بود. اون که نگاه میکردیم دیدیم که هر کی ترکه تو دستش اون این نازمه هر کی هم تو کلاس میرفتیم بغل میز وایساده بود دستش رو ترکه بود رو چوب بود میگفتیم این معلمه. این تعریف بود بچه اشتباه ولی میبینیم که امثال سلیمان چند هزار سال پیش تعلیم درستی که خدا به ما داده رو داره میده حالا در 15 سال هست که روانشناسا دارن نسبت به این مسائل صحبت میکنن قافل از این که کلام خداوند بزرگترین روانشناس جهان هستش و میتونیم بهش افتخار کنیم و مطابق اون اگر زندگی کنیم زندگی ما نیز در شفا و سلامتی نیز خواهد بود و نیز بدونیم که مطابق امثال 15 یک که میگه جواب نرم خشم را برمیگرداند اما سخن تلخ قیز را به هیجان میآورد ما میتونیم طرفی که مقابل ما هستش ما میگیم آره بس من راستش پارسالم هم همین دعا رو کردم اما همسر من همیشه پر از خشمه خب نرم باشو تو نرم شو کلام خدا میگه مقاومت نکنیم تا زمانی که مقاومت میکنیم جنگه مقاومت نکنیم همچون آب باشیم که خاصیت خودش رو از دست نمیده اما شکل هر حجمی رو میتونه داشته باشه نه سنگ خارا که برای اینکه یک شکلی رو بگیره باید خودش رو و آن موقعیت رو خورد کنه و داغون کنه و مسیح ما رو خوند که نور و نمک این جهان هستیم قافل از این نشیم امروز مسیحیت به اسم و تعمید نیست مسیحیت فقط در عمل هست و این فرصت داده شد امسال که سال دیگه مسیحیان حقیقی تری باشیم آمین تا بدون خشم و بدون نگرانی نیز زندگی کنیم بابا تاهر میگه مکن کاری که برپا سنگ آیو جهان با این فراغی تنگ آیو تو فردا نامخانان نامخانند تو را از نامخاندن ننگ آیا این دیگه حد اقلشه یعنی بگی مقصسه ما نه به اون جهان اعتقاد داریم نه به جهنم اعتقاد داریم به خودت که اعتقاد داری ایمان داری که از این جهان که انسان بره باید از خوبیهاش بگن یا از بدیهاش چه تاثیری بر این زمین گذاشت گذشته من و ما میدونیم که در حضور خداوند کمال خوشی هاست پس برای اینکه از طمع و از خشم آزاد بشیم پیوسته در حضور خدا باشیم و در فیلیپیان چهار چهار میگه چی؟ شاد باشیم در ثروت در پول آن در خداوند ببخشید من فکرم در ثروت و پول دوباره شما کلام بیشتر از من خوندید در خداوند شاد باشیم چرا که ثروت موقتیه مقام موقتیه شهرت موقتیه حتی خدمت اینجا موقتیه عزیزان شادی من هرگز خدمت هم نیست رنجم هست اما بهش افتخار میکنم چرا که این نمیتونه برای من همیشگی باشه روزی خواهد آمد که من نزد خدا در حضور خدا دیگه احتیاج به خدمت نیست فقط در پرستش همه هستیم خدمت مسئولیت میاره پادشاه ها نیز مسئولیت دارن هیچ کدوم خواب راحت ندارن زندگیشون رو بخونیم سیاست مدارا خواب راحت ندارن عزیزان راحت ما ها داریم زندگی میکنیم با مسئولیت کم اما مسئولیتمون رو باید انجام بدیم این یک حقیقت هست نمیتونیم که دور از اون نیز باشیم پس بدونیم که مطابق کلوسیان سه هشت خداوند ما رو خونده تا ترک کنیم در این سال گذشته چیزهای بد رو اعلام میکنید لیکن الحال شما همه را ترک کنید یعنی خشم و قیز و بدخویی و بدگویی و فحش را از زبان خود آمین با هم بریم رومیان چهارده شونزده ال نونزده را بشنویم و بعد میخوام منتظر باشید یک شهادتی رو بدم برای کسانی که تصور میکنن که غیر ممکن هستش بفهمت خواهش میکنم صدا نمیاد ده. ببخش پس مگذارید که نیکویی شما را بد گویند زیرا ملکوت خدا خوردن و نوشیدن نیست بلکه عدالت و سلامتی و خوشی در روح القدس آمین. زیرا هر که در این امور خدمت مسیح را کند پسندیده خدا و مقبول مردم است پس آن اموری را که منشأ سلامتی و بنای یکدیگر است پیروی نمایید آمین 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 هاللویا شکر. در مسیح امکان پذیر هست که گذشته من و حال من و آینده من به خیریت تبدیل بشه دوست چند وقت پیش من شهادت میداد میگفت در سن چهل سالگی تصمیم گرفتم که دزدی کنم اما چون جرأت نداشتم چهل <applause> سال خندیدن چجوری شد یا <applause> و میگه چون جرأت نداشتم و تجربه نداشتم و واقعا ترسیدم که مبادا این کاری که میکنم بعداً باعث قتل من بشه و من بمیرم شروع کم فکر کردن اصلا چرا من شرایطم به اینجا رسیده یک شخص معتاد یک شخص بیپول، یک شخصی که وضعیت بدی دارم و میگه وقتی به گذشته فکر کردم دیدم چقدر والدین من مرا آزار دادن و به خاطر اونهاست. شروع کردم اونها رو محکوم کردن. به یاد خواهرام افتادم وای خواهرای من چقدر منو محکوم کردن تو معتاد شدی تو این شدی گفت شروع کردم گفتم پس به خاطر اینا بوده گفت یه مقداری که گذشت شروع کردم دوستانم رو محکوم کردن تمام ثروت منو گرفتن پولای منو گرفتن شروع کردم اونها رو محکوم کردن گفت بعد از یه چند لحظه به یاد دوستی افتادم که منو چند وقت بار میبرد کلیسا و تو کلیسا که میرفتم بهترین خاطره که از کلیسا دارم زمانی بود که باعث صحبت میکرد و من راحت میتونستم بخوابم و گفت اما این دوست من یه مطلبی رو به من میگفت همیشه میگفت که مسیح میتونه گذشته حال و آینده تو رو نیز تغییر بده و همه رو به خوبی تبدیل کنه گفتم مگه میشه چنین چیزی غیر ممکنه گفت همون موقع برای اولین بار زانو زدم و در حضور خدا رفتم و گفتم یا عیسی مسیح من که این چیزها رو شنیدم ولی نچشیدم به من بگو حقیقتا امکان پذیره که این گذشته تاریک من عوض بشه گفت رویای عجیبی دیدم توی رویا دیدم پدر مادر من توی فروشگاه هستن و دارن با هم بحث میکنن این میگه اینو بخریم این میگه نه اینو دوست نداریم اینو بخریم میگه آخه این خیلی گرونتره میگه فدای سرش بذار اینو بخریم و میگفت نگاه کنم دیدم پدر مادر من موقعی که من معتاد شدن چقدر دارن گریه میکنن چقدر دارن دعا میکنن و نگران ما هستن نگاه کنم دیدم خواهران من دارن با شوهراشون دعوا میکنن اونها میگن نه این عوض میشه ما باید کمکش کنیم و شوهرها میگن نه نه غیر ممکنه چقدر شما به این کمک کردید به برادرتون گفت نه که دوستانم من دارن, دارن در من خوب میگن میگن این چه دوست با وفایی هر موقع پول ازش خواستیم به ما داد میگه یک لحظه یه دفعه از این رویا در اومدم گفتم چقدر همه چیز عوض شد گفت وجود من پر از شادی شد پر از آرامش شد تا حالا چنین چیزی رو تجربه نکرده بودم بلا فاصله گفتم باید برم به دوستم بگم من میخوام عیسی مسیح کمکم کنه گذشته من رو تبدیل کنه و میگه چون تلفن نداشتم و مسیرم طولانی بود مجبور شدم پیاده یک ساعت و نیم تو راه رفتم بعد از گذشت یک ساعت و نیم رسیدم در خونه اونها و شروع کم زنگ زدن کسی در باز نکرد اینقدر ادامه دادم تا دیدم دوستا اومده با موهای آشفته و به هم ریخته چی شده چی شده چه تو نصف شب داری من آقا بدون گفت نصف شب ببخشید ساعت چنده گفت ساعت 3 و نیم صبح گفت اصلا نفهمیدم ساعت 3 و نیم صبح بود چرا که وجودش پر از روح خدا بود و اون قوبت خدا بود و بهش گفت که آره من این رویا رو دیدم این گونه بودم گفت برای من دعا کرد وقتی دعا کرد من دیدم که من ازدواج کردم توی رویا دوباره من دو تا بچه دارم من کار خوب دارم زمانی که رو بر من تعریف کرد اینا رو داشت این شخص خدا به اون داده بود ایزان مهم نیست که کجا ایستادید امروز مهم نیست گذشته ما چقدر تلخ بوده مهم نیست من مقصر بودم یا یکی دیگه مقصر بوده مهم اینه که مسیح همه رو پاک کرده و مسیح قوت ماست و مسیح میخواد و مسیح میتونه کمک ما کنه تا گذشته ما پاک بشه من معتقد هستم دیروزت رو از همه بدی ها تقدیس کن در خداوند تا باعث آرامش امروزت بشه امروزت را تعلیم یاب و تلاش کن در خداوند تا باعث سلامتی آیندهت باشد آیندهت را در خداوند تامین و تکمیل کن تا باعث خوشی ابدیت بشه و مطمئن باشیم که با فیض و خداوند حتما میتونیم سال آینده رو در قوت خداوند بدون این چهار نکته که اشاره شد نیز داشته باشیم آمین لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم و به یاد بیاریم ما در رابطه با چهار نکته صحبت کردیم اما نکات دیگه این میتونه تو زندگی ما باشه که در سال گذشته باعث رنج ما شده باعث آزار ما شده باعث غم و درد ما شده بهترین فرصت همین هست عزیزان فکر نکنید که شماها باید بهتر بشید تا خدا شما رو ببخشه خدا شما رو همین جوری دوست داره خدا شما رو انقدر دوست داشت که امروز شماها رو دعوت کرد در این مکان تا در پرستش و در کلام و در دعا باشید اینک رسول نیست هاشا این روح القدس هستش که داره با قلب شماها صحبت میکنه نسبت به هر موضوعی که به جسم شما آسیب زده در سالهای گذشته در ایام گذشته به کسی که باهاش زندگی کردید آسیب زده به موقعیت کاریتون اخلاقتون رفتارتون همکنون همه رو تسلیم مسیح کنید هاللویا پدر آسمانی هاللویا خدای قدوس پدر جان حقیقتا ممنون و هستیم که تو با فیض و رحمتت بود که ما رو نجات دادی و بشریت رو دستگیری کردی آنقدر ما رو دوست داشتی که جگر گوشه خودت رو دادی پدر جان برای ما عیسی مسیح رو تا ما درک کنیم که تو چقدر ما رو دوست داشتی آیا امروز که به تو ایمان آوردیم تو ما را رها خواهی کرد هاشا اینک از تو میطلبم در نام پرجلال مسیح بشوری تمام افکار و احساساتی که در وجود من نسبت به گذشته باعث گناه شده و من رو تقدیس کنیم و من رو تعلیم بدی و من رو به توسط روح القدس تکمیل کنی به شباهت تو در سال آینده عمل کنم و چون همه اینها را در نام پر جلال مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت می کنیم آمین هاللویا شکر 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 هستم بعد از سیوا پس با ایمان آغاز میکنیم آمین شکر شکر شک. شخصی که به خاطر بیکاریش مجبور میشه بره گواهینامه بگیره و یه ماشین بخره تا بعد از سیبا میاد و مسافرکشی کشی کنه و بتونه درآمدش رو داشته باشه این شخص بلا فاصله ماشین که میخره شروع میکنه از همون لحظه اول مسافرکشی کشی کردن و چهار تا مسافر سوار میکنه به سمت شهرستان از طرف تهران همین که داشته میرفته سرعت ماشین زیاد میشده هی زیادتر میشده بعد یکی هم مسافران میگه که ببخشید آقای راننده سرعت ماشینتون خیلی داره زیاد میشه شده صد تا میگه ببینم تو مثل این ماشین داری یا نه میگه نه میگه پس حرف نزن دوباره میره میشه سرعت 120 تا مسافر بعدی میگه میگه آخه آقای راننده سرعت ماشین دیگه خیلی زیاد شده هم پلیس امکان داره شما بگی هم تصادف میکنین میگه ببینم تو مثل این ماشین داری میگه نه میگه پس هم حرف نزن این میرفته شد یه فصل 40 تا دوباره بایدنم. میگه میگه آخه راننده خواهش میکنم ما الان آرزوها داریم و فلان و بیستار داریم میریم فلان جا و خواهش میکنم سرعت ماشین کم کن میگه ببینم تو مثل این ماشین داری میگه نه من دارم. نفر چهارم دوباره اعتراض میکنه میگه ببینم توی مثل این ماشین رو داری یا نه میگه آره دارم میگه پس به من بگو ترمزش کجاست <applause> عزیزان ترمز ما برای رفع هر گناه خود مسیح هست ازش کمک بگیریم تا قوت ما بشه امروز روح مقدس خداوند به ما داده شده تا بتونیم با فیض اونی زدان بدیم بعد ما منتظر شما بودیم گفتیم یه جا کم بگیم که دیگه تا شما بیاید. خدا را شک. حلیلیش.